درود بر بینندگان عزیز بخش فارسی شبکه یورونیوز، حسین علوی هستم. به برنامه همراه با یورونیوز خوش آمدید. برنامه این هفته رو اختصاص دادیم به پیامدهای کشته شدن رهبر سابق طالبان افغانستان و انتخاب رهبر جدید توسط این گروه و پیامدهای این رویداد بر روند مذاکرات صلح در افغانستان. ما روی صفحه های شبکه های اجتماعی یورونیوز این پرسش رو مطرح کردیم که آیا آن گونه که رؤسای جمهور آمریکا و افغانستان مطرح میکنند، کشته شدن رهبر طالبان میتونه به روند صلح در افغانستان کمکی باشه یا نه؟ همچنین این مسئله که نقش کشورهای مختلف پاکستان، آمریکا و کشورهای منطقه بر روند صلح افغانستان چی هست؟ و همچنین نقش سیاست‌های خود حکومت وحدت ملی در افغانستان. در برنامه امروز دو کارشناس گرامی داریم، آقای تیمور شاران، پژوهشگر مسائل سیاسی از کابل، و آقای ولی آریا، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان و روزنامه‌نگار از لندن. همچنین خانم مریم شاهی، خبرنگار یورونیوز در کابل، ما را همراهی می‌کنند، و خانم حلیمه رضایی و آقای معروف هاشمی، تحصیل کرده های علوم سیاسی و روابط بین الملل، هم در برنامه امروز ما حضور دارند. من ابتدا از همکارم بهنام خواهش میکنم نگاه کوتاهی داشته باشند به یادداشت هایی که مخاطبان یورونیوز در ارتباط با این موضوع روی صفحه های شبکه های اجتماعی قرار دادند. بله، منم سلام میکنم آقای عربی به شما، به بینندگان عزیز و مهمانان محترم برنامه. در دیدگاه هایی که مخاطبان ما در شبکه های اجتماعی گذاشتند، همگی نقش پاکستان رو در توسعه گروه طالبان و ادامه حیات این گروه و ادامه فعالیت های این گروه در افغانستان بسیار پررنگ دادن. برای مثال قاسم فردوسی برای ما نوشتند افغانستان هیچگاه نمیتواند از راه مذاکره با طالبان صلح کند، چون خواسته هایی که پاکستان به واسطه طالبان میخواهد حاکمیت ملی افغان ها را زیر سوال میبرد و بر همین اساس روند صلح با طالبان رو به سردی گرایده. افغانستان برای رسیدن به امنیت و ثبات باید بجنگد، ولی اگر دولت بتواند طالب های افغان را به میز صلح بکشاند بهتر. آقای ریاضی برای ما نوشتن پاکستان به طور حتم مهمترین حامی طالبان است. این کشور در سرحدات مرز شمالی خود مشکلاتی دارد که با وجود طالبان میتواند بر آنها کنترل داشته باشد. وضعیت پاکستان پس از کشته شدن بن لادن در نزدیکی یک پایگاه نظامی این کشور در شهر ابوت‌آباد به وخامت گذاشت و تکرار این وضعیت اکنون با کشته شدن ملا اختر رهبر طالبان در این کشور بغرنج‌تر شده. لااقل همپیمانان غربی این کشور و به ویژه آمریکا ملاحظات جدیدی را بر پاکستان اعمال خواهند کرد. البته آمریکا از همکاری پاکستان با طالبان کاملا مطلع است و از این بابت هیچ مشکلی با آن کشور ندارد. یکی از کاربران یورونیوز با نام مستعار ایریت تایگر نوشتند دولت‌های غربی به ویژه آمریکا و اروپا به وسیله پاکستان آب را گلالود می‌کنند تا ماهی دلخواه خود را بگیرند. اینکه بگوییم آمریکا نمی‌داند که پاکستان از طالبان استفاده ابزاری می‌کند خود را فریب دادن است. CIA، سازمان اطلاعات آمریکا، به حدی قوی و قدرتمند است که حتی سخنان آنگلا مرکل را هم شنود می‌کند. چطور این همچین سازمانی نمی‌تواند سر از اعمال تروریستی پاکستان در افغانستان به وسیله طالبان در بیاورد؟ بهار هم برای ما نوشتن نظامیان پاکستان در لباس طالب علیه نظام و دولت افغانستان مستقیما مشغول جنگند و رهبری این گروه را نظامیان پاکستان بر عهده دارند. شورای طالب و فرماندهی و تصمیم گیری های آن در خاک پاکستان توسط نظامیان این کشور و مخصوصا سازمان اطلاعات پاکستان ISA رهبری و کنترل می شود و کشته شدن رهبر طالبان هیچ تأثیری در دگرگونی چنین سازمانی ندارد. بله، خیلی ممنون آقای آریا. اجازه بدید بحث رو با شما شروع کنیم. همونطور که کاربران در یادداشت‌های خودشون مطرح کرده بودند، آمریکا در حقیقت رئیس جمهورش آقای اوباما به صراحت اعلام کردند که هدف قرار دادن رهبر سابق طالبان با آگاهی و به قصد نابود کردن اون بوده. فکر میکنید که کشته شدن رهبر یا رهبران طالبان
میتونه چه نقشی در روند صلح داشته باشه؟ ببینید، اظهار نظرهای دوستانی که از کابل مطرح شده بود، نظراتشان متأثر از ناامیدی هایی بوده که در سالهای گذشته در ارتباط با پاکستان وجود داشته، ولی من فکر میکنم که اکنون یک فصل جدیدی باز شد با روی کرده جدید دولت آمریکا با هدف قرار دادن رهبر طالبان، و با این اقدام حتی اگر رهبر طالبان به قتل هم نمی رسید، نفس این قضیه که در خاک پاکستان برای اولین بار رهبری ارشد طالبان مورد حمله قرار می گیرد، فکر می کنم که باعث تغییرات در آینده نزدیک خواهد شد در ارتباط با روند مصالحه و مذاکره با طالبان و همچنین وادار ساختن پاکستان به ایفای نقش صادقانه تر. دیگر واضح است که رهبری طالبان در پاکستان احساس امنیتی که در گذشته داشتن آن احساس امنیت را نخواهند داشت، و این یک اقدام به تنهایی که به اصطلاح از طرف آمریکا صورت گرفته باشه و خاتمه داده شده باشه چون این نخواهد بود، و این یک تبدیل به یک رویه خواهد شد و رهبران آینده هم اگر با پروسه مذاکره همکاری نکنند و با دولت افغانستان به نحو کنار نیایند مورد هدف قرار خواهند گرفت. بنابراین من تا حدود زیاد خوشبینم، ولی خب به هر حال قاطعانه نمیشه در ارتباط با رویدادهای سیاسی اظهار نظر کرد، ولی به احتمال زیاد و گام به گام این رویکرد جدید باعث تحول مثبت خواهد شد. آقای شاران، آنطور که آقای آریا مطرح کردند، پاکستان ناچار هست که سیاست خودش رو در ارتباط با صلح در افغانستان تغییر بده و انعطاف بیشتری داشته باشه. تصور شما در این زمینه چی هست و به ویژه مسئله سیاست خود حکومت وحدت ملی در افغانستان از این پس چه نقشی خواهد داشت؟ تشکر از شما. به نظر من همونطور که جناب آریا اشاره کردن، کشتن ملا منصور یک پیام جدی از طرف آمریکا برای پاکستان بود که سیاست دورویه و تخریب کننده دیگه قابل قبول نیست و باید تغییر کنه. اما فعلا بسیار زود است که ما در مورد این صحبت کنیم که آیا پاکستان پالیسی خود، سیاست خود در قسمت افغانستان و پروسه صلح و حمایشان از طالبان آیا تغییر خواهد کرد یا نه. من فکر میکنم این زمان خواهد گرفت و ما باید منتظر از این باشیم. من تا دایی باور هستم که امسال پاکستان تمام تلاش خود خواهد کرد تا طالبان را تقویه کند، حداقل تابستان امسال، و بعد در خزان امسال ما بریم به طرف پروسه صلح. من فکر میکنم که یک زورآزمایی اینجا باید از طرف پاکستان صورت خواهد گرفت و دولت افغانستان، حکومت وحدت ملی آماده از این هست. آن چیزی که به نظر من مهمتر هست، دومی که پروسه صلح زمانگیر است. کانال های پشت پرده باید خود انجام بده، زمان میگیره، اعتماد سازی باید شود و مشخص نیست که آیا ما مکانیزمی را که قبلا داشتیم از طریق گروه چهار جانبه، آیا همین مکانیزم با همین مکانیزم ما به طرف مذاکره خواهیم رفت یا نه این مکانیزم تغییر خواهد کرد. اما از همه مهمتر این هست که چطور چه باعث شد که آمریکا استراتژی خود در مقابل پاکستان تغییر بده و برای اولین بار رهبر پاکستان در بلوچستان مورد آماج قرار بده. و به نظر من این ربط میگیره به این که تلاش ها و زحمات حکومت وحدت ملی در دو سال اخیر که توانستن سیاست پالیسیگرای ما توانستن در آمریکا با کانگرس و سنای آمریکا جدیتر کار کنن، لابی کنن و نظر از اونا در قسمت پالیسی آمریکا. و فکر میکنم این زمان میگیره، پالیسی سیاسی زمان میگیره و این ربط میگیره به زحمات حکومت وحدت ملی که توانستن همین تغییر در پالیسی بیاره.
بله خانم شایی، در این روزها شما شاهد بازتاب کشته شدن رهبر سابق طالبان و انتخاب رهبر جدید در رسانه ها بودین. میتونین یه خلاصه ای برای ما بگید که این بازتاب چگونه بود؟ قتل ملا اختر منصور در رسانه های افغانستان و محافل سیاسی افغانستان تأثیر خیلی متفاوتی داشت نسبت به گذشته. در رسانه های افغانستان این مسئله با یک ارزیابی مثبت مواجه شده، یعنی رسانه های افغانستان قتل ملا اختر منصور رو یک رویداد مثبت برای پیشبرد مذاکرات صلح با طالبان ارزیابی کردن. اونها از این جهت ارزیابی مثبت کردن که میگن که پاکستان دیگه پایگاه امن برای طالبان محسوب نمیشه و در این حال حکومت با وجود اینکه بالاخره از این مسئله استقبال کرده، اما نباید فقط به دعوت صرف از طالبان برای مذاکرات صلح بسنده کنه، در این حال باید برنامه مشخصی رو داشته باشه در ارتباط با نوع جنگ و صلح و مذاکرات صلح با طالبان. در محافل سیاسی هرچند مسئله با استقبال نسبی مواجه شده، اما نسبت به گذشته هم نوع رویکرد دولت با مسئله طالبان متفاوت بوده. در یکی از مواردی که مشاهده بودیم، یکی از تحلیلگران سیاسی در یکی از شبکه‌های خبری افغانستان گفته بود که ملا اختر منصور رو شهید خوانده بود و در این حال از طالبان دفاع کرده بود و همین باعث شد که امنیت ملی افغانستان فرد بازداشت بکنه. شاید در گذشته هم در رسانه های افغانستان به خصوص تلویزیون ها موارد وجود داشته که یکی از شخصیت ها و یا یکی از تحلیلگران سیاسی از طالبان حمایت بکنند، ولی با برخورد مواجهی امنیت ملی و حکومت افغانستان به صورت مواجه نشده، ولی اخیرا این اتفاق افتاده و این نشانه یک رویکرد متفاوت حکومت در ارتباط با مسئله طالبان هست. بله سپاس از شما. خانم رضایی، شما تحصیل کرده علوم سیاسی هستید. میخواستم ببینم نگاه در حقیقت جامعه افغانستان به ویژه نیمی از جمعیت یعنی زنان به مسئله مذاکره با طالبان پس از این رویدادها چی هست؟ چون به هر حال زنان افغانستان نگرانی های بیشتری راجع به میزان قدرتگیری و نفوذ طالبان بر حکومت افغانستان دارند. بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت مهمانان عزیز برنامه یور نیوز و همچنین بینندگانشون. بله، همونطور که میدونید نیم از جامعه افغانستان را زنان تشکیل میدن و در گذشته رژیم طالبان ثابت کردن که یک جنبش و یک رژیم ضد زن هستن. با آمدن طالبان در گذشته بخش از جامعه زنان باشن حذف شدن و خیلی غیر متمدنانه. متاسفانه امروز مذاکرات صلح با طالبان به صورت جدی مطرح شده است، نگرانی عمومی که جامعه زنان افغانستان دارن این است که طالبان تا به امروز اثبات کردن که با حکومت افغانستان وارد مذاکرات جدی نشدن و حتی مذاکرات را رد کردن و سوالی که مطرح میشه این است که طالبان تا به امروز با دولت افغانستان و با حکومت افغانستان حاضر به سازش سیاسی نشدن، چطور میتونن با بخشی از جامعه زنان جامعه افغانستان که زنان باشند و بخشی از حکومت هستند زنان چگونه سازش خواهند کرد؟ و این نگرانی عمده جامعه زنان افغانستان خواهد. آقای هاشمی، شما تحصیل کرده یه روابط بین الملل هستین، به ویژه در ارتباط با سیاست خارجی هم افغانستان هم کشورهایی که در ارتباط با افغانستان روند صلح رو دنبال میکنن. اونطوری که کاربران ما شنیدیم خیلی تاکید دارن راجع به نقش پاکستان، به این شکل که گویا پاکستان بزرگترین نقش رو در ارتباط با رویدادهای افغانستان بازی میکنه. شما چقدر این رو واقع بینانه میدونید؟ درود بر شما، بر بینندگان حاضر در بحث. ببینین، پاکستان در حدود 24 سال میشه که با گروه طالبان گروه طالبان رو حمایت میکنه و گروه طالبان هم پناهگاه هایش و پناهگاه آموزشیش و در پاکستان وجود دارند. دقیقا پاکستان نقش برجسته ای در روان صلح افغانستان دارد، ولی پس از اینجا بزرگتر است. تنها پاکستان نمیتونه نقش سازنده را در روان صلح افغانستان بازی بکنه. قدرت های دیگه مثل چین، مثل امریکا نیز تاثیر پذیر هستند.
ببینید مرگ مولا محمد مرگ مولا منصور خودش نوعی از بازی امریکا و نقش امریکا به خاطر کشاندن طالبان به میز مذاکره است و منظوی قراردان پاکستان و قراردان منظوی ساختن پاکستان است تا اینکه آنها بتوانند بیان به میز مذاکره بیان. پاکستان نفوذ بیشتر بر گروه های طالبان داره و این به تمام دنیا واضح است، هم به جامعه جهانی و به خصوص به امریکا، که تمام گروه های مخالف حکومت افغانستان و شبکه های تروریستی در پاکستان پناهگاهشان است و رهبرانشان است و این هم به جهان به اثبات رسیده. قسمی که ما شاهد بودیم، اسامه بن لادن هم در پاکستان هم کشته شد و ملا محمد منصور هم در پاکستان کشته شد. پس بنابراین نقش پاکستان هم برجسته است و نقش امریکا نیز برجسته است. در کنار آن کشور چین نیز سهم خود را بازی میکند، چون از لحاظ اقتصادی چین با پاکستان رابطه بسیار نزدیک داره. اما در مقابل ما شاهدیم از این زاویه هم ببینیم که عناصری در حکومت امریکا هستند که به مو گونه که قبل آنها ادعای صورت گرفته بود که گروه ISIS یا مو دایش ساخته و پرداخته خود امریکا است یا به برنامه امریکا و اسرائیل اینها ساخته شدن، در حقیقت هم چنین بوده است. ولی رفته رفته گروه دایش بر خلاف خواسته های امریکا سر برآورد و ابوبکر بغدادی از خود حکومت ایجاد کرد. بنابراین طالبان یگانه مهره ماندن بعد از ایجاد بحران اوکراین ای که بتانن سرحدات آسیای میانه را به چالش بکشنن، یعنی سرحدات آسیای میانه کشور روسیه را نگران بسازن. از این لحاظ هم گروه های طالبان به امریکا به نوعی مهم هستند، ولی از جانب دیگر هم امریکا مکلف است که تعهدی که به افغانستان داره به اساس قرارداد امنیتی که به افغانستان بسته است از به او هم پابند باشه. ولی مشکل اساسی هم در همیجه است که امریکا تا چی حد امریکا به افغانستان به امریکا مهم است و تا چی حد پاکستان به امریکا مهم است. ببینین امروز بحث قدرت ها متفاوت شده. قبل جنگ سرد قدرت ها به دو گروه داشتن، بلوک شرق بلوک غرب. ولی بعد از آن وقتی که امریکا به عنوان یک قدرت هجمون به سر قدرت میه، کشور روسیه به گونه قدرتش از هم پاشیده میشه. ولی بعد از نظم نوین، یعنی حمله به برج‌های دوقلوی امریکا، دوباره آهسته آهسته نقش روسیه هم در نظام بین‌الملل برجسته میشه و امریکا قدرت هجومون رو از دست میده و با چالش‌های منطقه‌ای مثل قدرت چین، اقتصادی چین و روسیه هم و ضمن ایران مواجه میشه. با توجه به اینکه حکومت وحدت ملی در افغانستان در حقیقت یک حکومتی دو ساختاره هست، یعنی زیر نهاد ریاست جمهوری ساختارهای شکل گرفته، زیر نهاد مربوط به رئیس اجرایی حکومت هم همینطور، چقدر حکومت افغانستان در مجموع میتونه خودش رو با یک سیاست واحدی تطبیق بده که این رویدادها واقعا کمک بکنه به اینکه روند صلح در افغانستان تسریع بشه؟ حکومت وحدت ملی در زمینهای مختلف از مشکلات بسیار زیادی رنج میبره، از عدم همکاری و هماهنگی بین دو تیم، این واقعیت که خیلی از پست‌های کلیدی هنوز هم خالی هست واسه سرپرست‌های داره میشن و مسائل گروهی و جناحی دیگر که در واقع سیاست‌های کلان دولت در رسای مختلف متاثر ساخته. ولی در رسای امنیتی خوشبختانه که از تحولات مثبتی که صورت گرفته در چند هفته اخیر، روی کرد جدید دولت در قبال طالبان بوده، یعنی به این شکلی که ما شاهد یک نوع برخورد جدید از جانب آمریکا و غرب در قبال طالبان هستیم، دولت افغانستان هم برای اولین بار در 14 سال گذشته شاهد ای هستیم که یک سیاست خیلی جدی را اتخاذ کرده، به عنوان مثال محارب خواندن و باقی خواندن طالبان که کاملا بی سابقه بود و شما هم به هر حال با سیاست در ایران آشنایی دارید و میدونید که از نظر دینی و اسلامی چقدر جدی هست که کسی رو شما محارب یا باقی بخوانید. و این بعد از این پالیسی جدید دولت که توسط آقای غنی اعلام شد در پارلمان، ما شاهد یک سلسله فرمان‌های جدیدی بودیم از جانب آقای غنی که به هر حال مورد تایید آقای عبدالله هم بود، یعنی در این ارتباط به هر حال اتحاد نظر بین این دو تیم ایجاد شده.
و ما تا حالا چندین مورد رو داشتیم که آقای غنی با جدیت به نیروهای امنیتی و دفاعی فرمان صادر کرده که شما نیروهای طالب رو در هر جا که دیدید بزنید و مهار کنید و منابع مالیشان رو بخوش کنید و چیزا از این قبیل، که این در حقیقت میشه گفت که یک نوع هماهنگی بسیار کامل ایجاد شده بین دولت افغانستان و دولت آمریکا در ارتباط با طالبان. یعنی اگر در عرصه‌های دیگر مشکلات زیادی وجود داره، حداقل در این بخش می‌بینیم که یک نوع تحول مثبت ایجاد شده، ولی این رویکرد جدید میتونه که پایدار نباشه اگر در عرصه‌های دیگه حکومتداری تحولات مثبت و رویکردهای جدی صورت نگیره از جانب دولت. بزرگترین مشکلی که فعلا دولت وحدت ملی ازش رنج میبره مسئله فساد بسیار گسترده هست در تمام سکتورها و عرصه های دولت، که این در واقع همان پاشنه آشیل دولت شده. در این ارتباط اگر جدیت لازم صورت نگیره در مبارزه با فساد، اگر در عرصه امنیتی به طور مثال دستاورد در آینده صورت بگیره، آن میتونه که شکننده باشه و پایان نباشه متاسفانه. آقای شاران، با توجه به وقت کوتاه باقی مانده برگردیم به شما و این پرسش که میدونیم جامعه افغانستان جامعه چند قومی و یا قومگرا هست. شما در بنیاد پژوهشی آسیا هم مشغول تحقیق هستید. آیا اساساً ارزیابی افکار عمومی، نظرسنجی چقدر در افغانستان پیش رفته؟ آیا امکان این هست که یک نظرسنجی بشه در اختیار داشت که دید جامعه افغانستان چقدر با روند صلح همگام هستند، حالا سوای سیاست هایی که حکومت وحدت ملی دنبال میکنه و آقای آریا گفتن؟ تشکر از سوالتون. بنیاد آسیا از سال 2004 به این طرف نظرسنجی های سالانه انجام میدن که تقریبا تمام ابعاد مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان در بر میگیرن. مشخصا اگر ما مراجعه کنیم به نظرسنجی سال قبل 2015 که در جون 2015 صورت گرفت، ما برای اولین دفعه میبینیم که همدردی مردم افغانستان نسبت به طالبان کاهش یافته خیلی زیاد. در سال 2007 ما در حدود 40-45% همدردی با طالبان داشتیم، با گروپ های مخالف دولت داشتیم. در سال 2014 32% بود، اما امسال تقلیل یافته به 25%. افغانستان پرسیدیم که دلایل این که چرا طالبان و گروپ های مسلح مخالف با دولت بجنگن به نظرتان چی هست؟ جواب اولشان برای اولین دفعه حضور نیروهای خارجی در افغانستان نبود، بلکه برای اینکه طالبان میخواهن قدرت در دست داشته باشن. به نظر من این بسیار مهم است، بخاطر از اینکه مردم افغانستان هم به میز درک رسید میشن که تلاش از این که قدرت به دست بیارن و به عنوان یک گروه سیاسی و مسلح دیگر قرار گرفتن و این تا اندازه این مشروعیت نظامی اونا را زیر سوال میبرم، مشروعیت این که ما به خاطر اسلام میجنگیم و جهاد میکنیم و به خاطر اینکه نیروهای خارجی در افغانستان هستن. من فکر میکنم بسیار مهم است. با توجه به اینکه به پایان وقت رسیدیم، تشکر میکنم از همه مهمانان گرامی و همچنین سپاس بیکران از شما بینندگان عزیز بخش فارسی یورونیوز. شب و روز بر شما خوش.